خب میدونید الان قانون اساسی 38 تا اختیار رو داده به رئیس جمهور. 38 اصل. 3000 مدیر منصوب میکنه رئیس جمهور، از وزرا و معاونین وزرا و مدیر کلا و سفیرا و استاندارا بگیرید تا فرماندارا و پایین‌تر. 37 اصل اختیارات مجلسه، 18 اصل اختیارات رئیس قوه قضاییه است و 5 اصل اختیارات رهبر معظم انقلابه. و این 5 تا اصل هم اینجوریه که ایشون رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه و فرماندهان نیروهای مسلح رو میذاره، اما نون و دون و بودجه دست رئیس جمهوره. نیروهای مسلح و رئیس صدا و سیما هماهنگ نباشه با دولت، دولت بودجه رو کم و زیاد میکنه، دولت در قضیه بودجهش دست انداز ایجاد میکنه. شما هم باشیم مثلا رئیس قوه قضاییه رو منصوب کنیم، رئیس قوه قضاییه یه ذره هماهنگ نباشه با دولت، دولت در قضیه بودجهش دست انداز ایجاد میکنه دیگه. حالا که ایشون سه بار تا حالا در تریبونای رسمی فرموده که آقا رهبری نمیتواند شرعا و قانونا دخالت کند. اینو توجه داشته باشن، من بارها قبلا هم گفتم رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. این نمیشه، این نه قانون این اجازه رو میده نه منطق این اجازه رو میده. دستگاه ها مسئولینی دارن، خب اگر چنانچه یه مسئولی در یه موردی اشتباهی داره، غلطی انجام میده، خب باید مجلس استیضاح کنه، وظیفه مجلسه. یا اگر چنانچه کار غلطی است تو دولت باعث مورد مداقه قرار بگیره، رئیس جمهور باعث مانع بشه جلوشون میگیره. اینجوری نیستش که حالا این همه دستگاه‌های اجرایی هستن، هر کدوم هم دارن یه تصمیم میگیرن، تصمیم‌های گوناگون، رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلطه، بگه آقا این درسته این غلطه. اینجوری نمیشه، این هم خلاف قانونه، هم ناممکنه، هم نامعقوله. معقول نیست. وظیفه رهبری اونجایی است که احساس کنه یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت مسیر نظام رو داره منحرف میکنه. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان به هر شکلی که ممکنه بیسته و نگ داره. شما انتظار دارید این کار بکنه؟ خب نمیتونه، اختیاراتی نداره، فقط مثلا میتونه این فرد رو منصوب کنه. اون فرد اگه بودجه و نون و دونش رو دولت نده، دست انداز بذاره، هیچ سیستمی نداره رهبری که بتونه جلوشو بگیره. اختیارات محدود متاسفانه. که حالا که این سال گذشته لیبرال ها مدعی شدن که قانون اساسی باید اصلاح بشه و اختیارات رهبری باید کاهش پیدا کنه، توی دانشگاه تربیت مدرس بلوش 16 آذر بود، یه میتینگ گرفتن و گفتن بله اختیارات زیاد باید کاهش پیدا کنه. خب دو روز بعدش اونجا من برنامه داشتم، گفتم نه، ما مدعی هستیم، اتفاقا قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری حداقل اگر اندازه رئیس جمهور مجلس نمیشه، لااقل اندازه قوه قضاییه 18 تا اصل براش بشه در نظر گرفت.